شاید بعدی پخش این نوار در شبقه درویش بسیارتری شما زیدی من شوید یا از من روی گردونید. من اصلا طرفدار آن نیستم که به من یکان کس اعتقاد داشته باشد یا یکان فکری که من میخواهم به شما رسانیدن اون است که هر یک آدم باید که تفکری خود را داشته باشد و هر یک موضوع را خودش تحلیل کند. لیکن اون موضوعی که امروز من میخواهم به اون روشنی اندازم باید که کسی به شما اون را رساند، کسی گوید شما باید. بعد از این شما مرا بعد بینیدم که باید کسی باشد که چشم شما را کشوید. امروز موضوع در وصف رادیوی آزادی، بله رادیوی آزادی، و کسی که زید هست خواهش مندم دوام این نوار را تماشا نکنید. اینک با شما درویش و شروع میکنیم. من بسیار وقتای آخر میفهمم که این خبر اون خبر از هر طرف یا از رفیقانم از کجا فهمیدی این خبر رو سوال میدهم، میگوید از رادیو آزادی. و من راستی گفت این مسئله تهی یک سال آخر پخته ایستاده است، لیکن وقت نمیافتم که به شما این رو من رسانم. امروز میخواستم به یکم تیاری این رو به شما رسانم، برای همون با کم و کاس منظرت میخواهم. اینک رفتیم. رادیو آزادی برای چی؟ ما به شما یک سوال، در تاجیکستان ما محدودیت هست، محدودیتی آزادی یعنی خبر. چرا تنها همین همه رو محدود کردن و رادیو آزادی رو هیچ کس محدود کردن نمیتواند؟ چرا رادیو آزادی در همه جا نوارش رو میگیرد و پخش میکند آزاد؟ این یکم سوال به شما. و دویم سوال این به میان میآید که برای چی رادیو آزادی رادیو آزادی رو مرکزش یعنی شتاب کوارتیرش در پراگا جایگیر است، برای چی در چخی؟ این دویم سوال. و سیم سوال، از کدام حساب اینها رادیو خود رو پخش میکنند؟ بر این سوال ها امروز نصیب انشاءالله ما از همه این سوال ها گفته میگذاریم و جواب هم میابیم. شاید من در اینجا من یک در لایف جورنال ده یک یعنی که ستاتیه رو یافتم، نویسته شده است که این радио озодне, это не свободная свобода, или журналисты радио свобода на службе ЦРУ. Ба касоне ки намедонан, ЦРУ ин КГБ Америка ме бошад, бародарони азиз. Ман ин силка ин статьяро дар поёни навор мегузорам, то ки худатон аз назар гузаронед. و در اینجا به شما که تا حقیق گفته میگذارم که رادیو آزادی کی تشکیل شده است. تشکیل شده است در سال 1951
چون کمیتیتی زیدی بلشویکوی در اسسر بودن، یعنی که دنیا رو از بلشویزم آزاد میکنیم افته، رادیو لیبرتی. لیبرتی این در زبان انگلیسی آزادی میباشد، تشکیل شده است در سال 1951 در امریکا. دویومش так در میونخن 1953 جایگیر شده است و در سال 1971 در پرسی، یعنی که امریکا، در سال 1971 حجت ها رسانوی شدند که در آن حجت ها نوشته شدگی بود که 85% یعنی مبلغ رادیو آزادی رو ЦРУ تأمین میکند. در همین بعد از این واقعه، یعنی که کنگرسی ایالات متحده امریکا به یگان مانیع آشکار، یعنی که دستگیری میکرد رادیو آزادی رو. من 38.5 میلیون دلار در سال 1973، 5 میلیون دلار دستگیری در سال 1974، 60 میلیون دلار در سال 1975، منظورم میخوام در سال 1976 و هاکازو و هاکازو. یعنی مقصد چی؟ مقصد، هدف، هدفی شما چیست؟ من نمیفهمم شما رو. برای چی اینها کی رو از کجا، کی رو آزاد میکنن در تاجیکستان ما؟ با کی آزادی میدهن؟ من نفهمیدم. یک سوال دیگر بر شما، من در اینجا نوشته شده است: زدچ سید وراجدو میجدونارودمی سویتسکا و سیوزا چوتکه زدچ دوران اینها. اینها خبر رو همین خیل کرده رسانوی میکنند که با ایالات متحده امریکا، یعنی که همون خبر از پلیتیکای آنها پخش می شود. همین رو می فهمید شما؟ یعنی در چشم شما این دولت هایی که ما در سیوز بودیم، یعنی که با روس ها، با دیگر دولت ها، ما که یک جویا بودیم، ما که صلح و آسایشته بودیم، و در ته 75 سال و ما که برادر بودیم، چرا ما حاضر یک دیگری رو گنده میبینیم؟ چرا تو رادیو آزادی رو نگاه کنی در سوریه یا در دیگر جو جنگ رفته ایستاده است، آنها بشار اسد یا اینکه روسیه که قواهی مسلح آنها که زیدی دویش جنگ دارد، آنها رو پای در پای، یعنی که زیر شکنجه میگذارند و تو رو زیدی، یعنی که اکون راست نه، یعنی کاسوی نه، تو رو زیدی روسیه کرده میستند. برای چی؟ هدف همین است آخی، شتابی که ما دولت های خورده که در سیوز بودیم پیشتر، ما جدا شمیم، ما با یک دیگر اتفاق نشمیم. هدف اینها از اول همین بود. دویوم مسئله، من اینجا یک بچه در قریم، در سایتی من اینجا، من این سایت رو هم سلکاش رو میمونم، همین رسانه رو، نامی سایت پرازمیسلیم.ru است. در اینجا یک ژورنالیست که نامش اندری است، در قریم، در سیمفروپل، یعنی که رسانوی کرده است که این اندری
تهی دوی نیم سال در رادیو آزادی کار کرده بود. یعنی از درون همه اش را دید و رسانوی کرد. یک من اینجا ستاتیه پوره رو نوشته است که چی خیل است درون این رادیو، چی خیل و از کجا مبلغ گذاری کرده می شود، همه اش رو گفته است. و شما این رو خونید مطمئنم که انگشتی حیرت میگذید. مقصد همین هست که در همین جا گفته ایستاده است که اون کارگرهایی که در رادیو آزادی با کار قبول کرده میشوند، اونها کارگردی پره نمی باشند، اونها فریلانسر میشوند، یعنی که هیچ کس نیستند. اونها هم تو یک کانترکت میکنند، نه که با وجود این آنها در قانون ایالات متحده امریکا، یعنی که اطاعت کردنشون لازم است پر، و از همه اساسی در اون کانترکت اینها پاپیس میمونند، یعنی که دست میمونند که نباید که هدف رادیو آزادی رو آشکار کنند. اگر هدف رادیو آزادی رو آشکار کنند، جریمه از $10,000، من در اینجا همه این سخنهای من نویسشگی شده است، من سلک اش رو میپرتویم، این به اساس نیست. $10,000 جریمه میشود و این چونین حتی تا محدود کردنی آزادی. یعنی که چی؟ خبرنگارانی همون رادیو آزادی رو، آزادی آنها رو محدود کرده می شود اگر آنها آزاد سخن گویند. یعنی که از هدف رادیو آزادی گپ زنند، اگر آنها رو آزادیشون رو محدود کرده می شود. این رو شما می فهمید. من می خواهم که چشم شما گشوده شود. من می خواهم که شما فهمید که رادیو آزادی این یک گرگ است، گرگی مهربان. اینجا در آخر یک شعری کوتاه هم هست، من در شما خونده میگذارم. میرویم با دوامش. انا گفتیم شما بر سخنهای من نه اونقدر باور کردید. میگذاریم با ویکیپیدیای تاجیکی. من با زبانی تاجیکی روشن من در اینجا میخونیم. این هم سلکش رو در پایین نوار میشود. یا رادیوی اروپای آزادی، رادیو آزادی فری اروپا، یعنی که فری ایتا آزادی، سوابودنا اروپا، مؤسسه مستقل امریکاییست، من اینجا بایرقش حتو است، که توسط کانگریس ایالات متحده تأمین مالی می شود. برادر رو اینجا با روشن گفته ایستاده است. کتو سپانسیروید توت ای زکازوید موزیکو وی اتو زنالی ایلی نید. می بخشید روسی گپ زدم. اون کسی که مبلغ گذاری میکند، همون کس معلوم به همه معلوم است که چی که خواهد انا همون چیز می شود. برنامه های رادیو آزادی که با 28 زبان در حدود کشورهای اروپایی شرقی و جنوبی شرقی، روسیه، قوقاز، آسیای مرکزی و خاور میانه پخش می شوند، بیش از 35 میلیون شنونده دارند. رادیو آزادی مجموعاً هفته 10,000 ساعت برنامه و همه روزه اخباری تازه و ابیکتیوی نشر میکند. ابیکتیوی نه، انا این ابیکتیویش دروغ است، برای که اون چی اونها میخوان انا همون رو نشر میکنم. مرکزی پخشی برنامه های رادیو آزادی در شهر پراگا، پایتخت جمهوری چخ، و مرکزی اداره رعو رو در شهر واشنگتن، پایتخت جایگیر شده است. بله، این
бо як нуқтаи асосиро гуфтани амки ба шумо савол, чаро радиои озодӣ, радиои озодӣ дар ҳама озмуд кардам ки ман дар ҳама мамлакатҳо ҳаст, дар Русия, чи дар Қазоқистон, чи дар Ўзбекистон, чи дар мана инҷа ҳамаи давлатҳо ҳаст, дар Европа, дар бисёри давлатҳо ҳастанд, дар Озарбойҷон, дар Грузия, дар бисёри давлатҳои ҳамин ки баъд аз яъне ки СНГ ҳастанд. Барои чӣ ба шумо савол? Сеюм савол. Вақте ки ба шумо як чизро гуфтан мегиран, шумо ба ҳамон чиз бовар мекунед. Ин як. Ин чизро научна окно авертона мегуям. Яъне ки вай шумо авал дигар буд, нуқтаи назари шумо, оҳиста, вақте ки ба шумо як хабари нав расида меистад, шумо нуқтаи назаратон дигар мешавад. Вақте ки ҳар рӯз ба шумо он чизро гуфта меистанд. Барои ҳамин инро инҳо бисёр хуб медонанд ва аз аввал инҳо радио буданд. Яъне ки ба радио 24 соат гуфта бар гӯши шумо меистоданд, барои он ки шумо ҳадафатон дигар шавад. Бо як чизи дигар аз ёдам набарояд, ҳар як фрилансере, ки дар Радиои Озодӣ вуҷуд дорад, дар ҳар як минтақаи, яъне ки Тоҷикистонро гирем, дар минтақаи Мухтори Бадахшон, дар минтақаи яъне Зарафшон, ё ин ки дар Суғд, ҳама ҷо инҳо якто вай доранд, яъне ки хабарнигор, вай хабарнигор тахминан $500 ҳар моҳ мегирад барои хабарнигориаш. Ва инчунин агар яке ба онҳо маъқул нашавад, зуд сабукдӯш карда мешавад, яъне ки ягон вай надорад, ҳуқуқ надорад ки ҳуқуқашро баён кунад, аммо пурра ба қонуни Иёлотҳои Муттаҳидаи Амрико таслим карда шудааст. Боз як чизи аҷиби дигаре, ки дар Радиои Озодӣ ана марказаш, ки дар Прага мебошад, дар пешаш мана Liberty навишта шудаги аст. Агар мо аз ин тараф нигоҳ кунем, Liberty, аз як тарафи дигар нигоҳ кунем, мана аз ин тараф мебинем Liberty, аз як тарафи дигар нигоҳ мекунем, мана аз ин тараф Свобода. Ҳамин вақте ки шуморо мехоҳед ки рус шавед, аз ҳама қонуни аввали ҳамин разведчико, ҳамин ки если хочеш что-то спрятать, постав его на видное место. Яъне ки инҳо дар пӯстини ҳамун муш рус шудагии ин гургои меҳрабон, ки моҳон инҳоро қабул кунем, ё дар пӯстини гӯспанд, дар пӯстини свобода, яъне ки озодӣ, яъне ки ҳаминро он одаме, ки маҳдуд шуд, фаҳмид, дарҳол дар ҳаяҷон меояд, мегӯяд ки инҳо бо мо, лекин инҳо бо мо нестанд. Дӯстони азиз, бо худатон як фикр кунед, як ба андеша биёед. Мана инҷа бо як сурати дигар, сурати аҷиб, ва ин байрақро дида истодаед, ошкор, байрақи куҷо аст? Мана
اینها به فکرم با چشم عیان است از کجا هستند. و در آخر به رادیوی آزادی گفتنیم و به آن شخصانی که تاجیکی رو میفهمند، اگر وجدان داشته باشید آشکار گپ زنید و با از پشت مبلغ به یک کس وطنتان رو نفروشید. وجدانتان باشد اگر از پشت پول خلق تاجیک رو فریب نکنید. فهمیدید؟ اگر آدم باشید. رادیو آزادی این به تو، این خبر و اون خبر، تو از همه با خبر. ای حریف مهربان، تشویشت از بحر چیست؟ سرنوشت ما که بود جوی و دریاهای خون، تو که با کشتی خود روندن میخواهی کنون. ما رو رها کن اکنون با درد و رنج خیش، ای گرگ مهربان در پوستین موش.